یم رسته در شکاف صخره‌ای، این همه رنگ از کجا آورده ای تا به شکوفی؟ قطره قطره شکوفه از سر صخره‌ها گرد آوردم، از گلبرگ‌های سرخ دستمالی بافتم تا آفتاب هدیه کنم. پی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا. خدا شب من آسمون آبی داره، روز روشن شب مهتابی داره، اگه رویای قشنگ شهر تو بره دست از سر ما برداره. آسمون اینجا خاکستریه، قصه هاش قصه یه دیو و پریه، آدم ها وقتی واسه هم ندارن اینجا معلوم نمیشه کی به کیه، کی به کیه. توی این شهر سفر کجاست؟ کی میدونه آخر قصه چیه؟ قصه چیه؟ سلام و زهر ما با در خونه خودتون بایسته. خب در خونه خودمونه. سلام سرورم، دلم برای صدا تنگ شد. سرورم چه چود سرورم؟ فکر کنم سکته زد مو. تا خفه شو برو کنرستا. سرورمه سرور چه شده؟ عزم معصومه. بابا بیاد ببینیم مادرتون افتاده اینجا چه شده. عزم معصومه خونم اینجا. اه پس با هم بریم تو. پاتو بذاری تو قرارم پاتو خورد بکنم. تکون نخور، تکون بخوری درازت میکنم. درازتم باش سبینم بابا. بزن دراز سرت میکنم. بزن خلاصم کن، خلاصم کن از این همین گرفتاری تو شهر میکنه پیکر. بزن نزن بزن. اه نسی که زنده هست. چونه من سرور آخه شما بفهمید تو خواهش میکنم دم در زشته. باش نمیشون قربونه، ما کار زندگی داریم. بیا این جنس ما رو بده ما بریم. سرور بابا بیا بریم برو تو. سرور بابا برو تو. سرور بیا 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 گفتم چه خبر اینجا؟ شما کاری نبوشان شما خواه. من خودم تنیم پتر کنیم. شما دخالت نکن کنم. فکر من بزرگتر از تو را میتونه رضایت میتونه. حالا تو فکر فکری نمیتونم رضایت بیشت. برکن من چه میدونم؟ چه بسطی را انداختی؟ ما بسطی را انداختیم. خودتون هم دیدید. اینا بودن بسطی را انداختیم. چرا پشت سر مرده مردم فوش میدین؟ ما غلط بکنیم پشت سر مرده کسی حرف بزنیم. سوء تفاهم شد آقا. اصلا ما این کاره نیستیم. ما بیان پشت سر مرده مردم حرف بزنیم. اصلا فوری. ببخشید. شما بزرگتر اینایی. منظور؟ خواستم دو کلام مرد مردانه با هم صحبت کنیم. در چه رابطه ای؟ در رابطه با نرسی من دارد چشم. در رابطه با
شوهر مرحوم این خانم. خدا بیامرز هاشم آقا. آره درست. بله آقا. برحال شما مردی با مرد بهتر میشه دکم حرف حساب زد. بله. با زن که نمیشه صحبت کرد. آقا ما دهنمون مودره بود. هرچی به این خانم گفتیم عزیز من جان من تشریف بیاری میمارستان یه رضایت بدید قال این وضعیه کم بشه. نمیاد که نمیاد. معلومه نمیاد. آقا واسه چی؟ بلکه شوهرشه از نون شبم واجبتره. خب بله. خب نمیاد دیگه. خب آقا من یه سوال داشتم، اگه جنازه بابای ما تحویل داده نشه جنازه شوهرشون پیدا میشه؟ آخه شما میدونی چه؟ خدا بیامرز هاشم آقا رو نمیشناسید. اگه میشناختید چجور آدمیه در مورد جنازش اینجوری صحبت نمیکردید. خدا بیامرزت. دست بنداز. آه دست. خدا بیامرزت. بقای عمر شما باشه. باشه. میشه مارم در غمتون شریک بدون؟ آره میشه. مرسی. شما چه نسبتی با اون مرحوم داشتی؟ خودشم. چی؟ بله. چی فهمیدی؟ خودشم. چی میگه؟ یا به این با این همین تخته شد کردن. خودشم. ببینم. تو همونی نیستی که وقتی بابات مرد انگوششو جوهری کردی زدی زیر کاغذ. اینا کجا میدونی؟ داره هزیو میگه. مأمور که من همچی روشن میشه. نه خیر من اون نیستم. زدی زیر جوهر. ببین ببین این کار درستم. یادت باشه. میرسی به هم. تو این بسرش والا ما این چی نمیدونیم خانم. ما یه ساعت نیست بیشتر با این آقا آشنا شدیم. من از کی بپرسم آخه؟ از کی بپرسم؟ بابا ما آدم از کی بپرسم؟ بابا بریم رضایت از کی میخوای بیشتر؟ بیا بریم بابا بلشون کن. شورشونه در بردن. اجالت هم نمی کشم. کجا هم اینجوری میری؟ به شما من... چیه دیگه؟ اونم از که ما رو شانسیم و هرچی گت گنده است گیریم. چطور ربطی نداره؟ ربط نداره دیگه. جنسا رو داد بهتون از خونه ببرید بیرون؟ کدوم جنسا؟ دوباره چی حرفی زنی آقا؟ ببین تا نگردمتون نمیذارم اینجا برید. تو بگردی عمره؟ فکر کردم شر هرته. حالا بهتون نشون میدم. بیا اینجا ببینم. آقا نمیشه بکن. آقا نشو نشو. چی میخوای بگی؟ چه مرگته؟ ببین طلا که پاکه چه منتش به خاکه. تو میتونی بگردیم. آره بگردم. میگردمتون. اولینه بگرد. باش. بیا اینجا. کجا میری؟ بابا امروز همه به این کته گیر میدم. اول تو رو میگردم. صافای صاف. خیلی خوب. عمران چیزی پیدا کنه. این پام درد میکنه زیاد. اسیانسا رو خورده فروشی میکنه. این چیه؟ مواد. این تو جوراب من بود. نه خیر تو جوراب خودم بود. گفتم من این کاره نیستم که قربون. خیلی نامرد. خودت نامردی. چرا میزنی؟ مرد... چرا اول میدی؟ مرد اصلا من به خاطر یه مسخره دیشب جلسه ولز میکردم زمین رو چنگ میزدم. وقتی این همه مواد داری تو؟ به درک جلسه ولز میکردی. عزیز من وقتی خانمت زنگ میزنه میگه اگه یه دفعه دیگه جنس به شوهر من بدی شکایت میکنم زنگ میزنم مامورا بیان بگیرنه. تو باشی این کارو میکنی؟ آره که میکنم. من آقای گوردی منو بابا داد. آره که منو گوردی بابا بابا شو میره پس بتره برو کنار گنده بک برش کنه آنچه غلطی بکنه میکشم. دست رو برادر بزرگتر بلند بکنه. برو تو چی میگی این وسط؟ بزن بکشش مرد چه عملی رو میکشم. شما بزرگتری آقا کتابی ها آدم جواب دادش بزرگترش که نمیده. این در اسفال برادر زمیزنی میکشم. ببین دعوا نکنید این به بعد هر کدومتون جنس خواستید بیه سراغ خود من. جون من؟ آره من هستم. این نه در زم این یارو دیگه جنس نگیرید. یه نمی کاره هست بابا قیافهش تابلو نفهمیدید. خاک بر سر. راستی مگه شما اینو از اون نخریدی؟ آقا ببخشید یه سوال آقای گنده. این هاشم سوسکی که میگن اینه؟ آره بابا من میدونستم مرتا نگفتم بهتون. گفتم براتون چی باشه؟ سوپرویز باشه. ترس نداره؟ من اصلا ترس نداره. من آدم دیدم تا الان 10 دفعه مرده دوماته زنده شده. ترس نداره که مطلقا نترسین اصلا و ابدا. ممکنه خودش نباشی وقت مثلا روحش ای سرورم تو به هوش اومدی؟ میگم دیدی چی شد سرور؟ دیدی داشتی بی هاشمی شدی؟ دیدی خدا به همون رحم کرد؟
ولی سرور همه اینا یه طرف، دوری تو یه طرف. خجالت نمیکشی؟ از اینکه زنده شدم؟ کاش کی میمردی. پر رو گل درشت. چی داری میگی؟ برو از جلو چشم دور شد، نمیخوام دیگه قیافت ببینم. برو. ای خدا ناظر باش ببین. آخه چرا عمر دو مرتبه به من دادی؟ من که با تو تزویه حساب کردم، داشتم میمدم اون دنیا. نگاه کن مامان، خوشحال باش دیگه. دیشب که داشتی تا صبح واسه بابا زار زار گریه میکردی. داشتم برای بدبختی ها و بیچارگی های خودم گریه میکردم. آخه این مرد ارزش گریه کردن داره؟ ای ماما، خبر مرگمون زنده شدیم که بیایم مثل آدمیزاد زندگی کنیم. آدمیزاد؟ باید بعد از مرگت صداش در بیا داره؟ صدای چی؟ چی داری میگه؟ ما دیدیمشون. کیا رو؟ زن تو، بچه تو. خجالت بکش دیگه، بسته دیگه. هاشم حسابم به حتی کافی خورده است دیگه. سرمشون آقا، تو چرا گریه میکنی آقا؟ من نمیخوام تو رو ناراحت کنم. آقا من تو همین یه دونشم موندم، بهار برم زن بگیرم. اصلا کی این حرفا رو به شما زده؟ کسی نباید بگه که خودم با همین چشمام دیدم. خودم دیدم. بابا صلوات بفرست هاشا. آره بابا، الله و صلی علی محمد و آل محمد. سلام آقا. سلام. سلام. برو خدا سرور خانم، دیگه این حرفا رو تمومش کنید. همین که هاشم آقا زنده است باید خدا رو شکر کرد. آره بابا، آره. بله، بایدم خدا رو شکر بکنم. بقیه عمرم من بشینم با همو گل بگم و گل بشتم. بیا. نه. ببینید. بیا. شما ببینید. ببینید دیگه بابا، چرا سرتون انداختید پایین؟ ببینید این خانم بنده دستی 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 داره این یه دوزار آبرویی که باقی مونده تو این پایتخت مملکت داره به باد میده. آخ بابا، این وصله‌های ناجور چیه که داری به من میچسبونی؟ وصله ناجور؟ وصله ناجور منم که یه عمر گول دروغای تو رو خوردم. دلم خوش بود که مردی که اونم دروغ از آب در اومد. بفهم دست شما در نکنه. شما یه چیزی بگید، چرا این خاک تو سر و سرتون رو انداختید پایین؟ بابا شازد تو یه چیزی بگو، قربون تو برم. خوش به حال تو، نه زن داری نه بچه داری، فردا راحت راحت سرتو میذاری پایین، قرد میمیری. اولا زبونت گاز بگی، دویومندش خدا نکنه یادت نه. نه والا، خیر سرمون این همه زن و بچه دورمون ریخته، یه کدومشون خوشحال نشون از اینکه من زنده. نگاه کن، نگاه کن. آخه نیست خیلی برای زن بچه کار کرد که خوشحال باشی. بلش کننه، تعریف کن، بگو ببینم این چند روزه کجا بودی؟ آخه ما به خیال تو مرده بودی. بفرما، چهار روز من بالا سرشون نبودم، ببین چی شده. حالا هاشم آقا اصلا بی خیال شین، واقعا همین که شما خودتون اینجا هستین و زنده این به خدا رو شکر. بله همین... بله اصلا یه زندگی گرفتیم، ما خیلی خوشحال شدم. اصلا حرف زدی آرش داری بابا، ولش کن بابا، زورت به ماما نمیرسه وقتی این بدبخت میدید. هاشم آقا چی شد پر بارا چیه تگران نشه بابا؟ برو دیگه با مامان آشتی کن دیگه، گناه داری، یه عالمه قصه خورده، برو از دلش در بیار. من چاکرشم. ای بابا تو هنوز سرت پایینه؟ این چیه؟ یکی بالا برو که نشازی. بفرما دارم میرم آشتی کنم. خوبه آشتی خوبه، سرت بپا. حرفی میزنی یا؟ مگه تقصیر منه؟ اونا اشتباهی فکر کردن من مردم، بعدش هم بردنم سرخونه. میگم سرور ترو سردخونه دمپر من نیا، برو اون وقت اینجا با تو صحبت میکنم. ببین سردخونه نرفتی، هم سرد هم خوف، ببین همینجور مرده، من تو اونا بودم. اینقدر حرف تو حرف نیار قاشه، من که میدونم یک کاسه زیر نیم کاسه تو هست. به جون تو نیست. هست. میگم سرور نیست. ای بابا تو چرا انقدر زور میگی؟ بیا بابا این شناسنامه، این شناسنامه بگرد پیدا کن، ورق بزن. اگه اسم تو بچه غیر از تو کسی دیگه بود، حرف تو درسته. من دیگه برام هیچ فرقی نمیکنه که تو چجوری داری زندگی میکنی. زن بگیر، بمیر، برو، بیا. من یکی دیگه با تو کاری ندارم. کیو باید ببینم؟ بمیرم دیگه، دستت درد نکنه. ببین سرور، من داغونم، من مریضم، سکته‌ایم. این دفعه اگه سکته کنم برم و دیگه برم نمیگردونن اینجا. برم بیر دیگه. این پس سکتتو به رخ من نکش. زبوندم گاز بگیر. باز اومد اینجا. از اینجا باید صحبت میکنم. قربونت برم. به چسب زندگی سرور.
زندگی خیلی خوبه. این حرفا رو هم که میزنی یا همه رو بریز دور. منم بریزم دور. بگم کی؟ مشتریم. مشتریم. مشتری چی؟ جنس. چه جنسی؟ خود شارلاتانش میدونه. چی؟ خود شارلاتانش میدونه. شارلاتان کیه؟ ببین بچه، برای من فیلم بازی نکن. من خودم این کارم. من تو این شهر به این بزرگی هفته نیم کیلو مواد آب میکنم. دستون درد نکنه. حالا برو بهش بگو نیم کیلو مواد ما رو ور میداره و میاد. وگرنه سه سود میگم آبدوغا بچه‌ها بریزن اینجا خونه زندگیشو با آتیش بکشن. فهمیدی بچه؟ باش. سه کیلو بس دیگه. بله. اگه سوخته اینا بود بیارم. بگو فقط جنس خودمونو بیاره. بودو. داره خونه رفیقمه. برو دوست بسه بیارشم. ببین هاشم آقا، اگه میخوای من با تو زندگی کنم یه شرط داری. شرطتو بگو. ببین مگه من خودم نگفتم پاش میام تهرون؟ چرا؟ حالا پشیمون شدم. میگم همین فردا جلو پلاسمون رو جمع کنیم پاشیم بریم شهر خودمون. نه نه، من شرطتو قبول نمی کنم. خب میدونم یه چیزی هست دیگه. من یه چیزی میدونم از تو که میگم. من میگم همین الان بار کنیم بریم. فردا نه. هاشم خواهم دارویر کارتون دارم. باز شروع شد. چیکارم دارم؟ مشتری جنس میخواد. چرا اونجوری مشکوک صحبت میکنی؟ مشکوکی دیگه، جنس میخواد طرف. انگار تو کن بقالیه. تو جمع کن معلمی. اعظم بچه ها جمع کنین میخوایم بریم. کجا؟ شهرمون دیگه مادر. بی بیرم صدا کنیم بیاد. سرور خانم چی گفته قربونت برم؟ مسئول یه چی دیگه من نمیخوایم بریم. بیریم دیگه. خواهیم بهت گفته باشم اینا اگه خواستم. اینا اگه خواستم برن و آقا این منو تو اگه این چیزی میکنی؟ یه خواستم برم من تو باشون نمیریم آن بسه همون مسئله که بهت گفتم. آره ابو جون خواستم همین رو بگم. حالا که همه چی درست شده اصلا یعنی چی بریم؟ اینه چی دارم میگم؟ ابو بینه برون نیستم آشان کن تو کار گیره برده کاسب شده. آره چه کاری؟ من ازش جنس میخرم. چه جنسی؟ حالا بمانه دادرم که کار پیدا کرده. نه خب چی جنسی ازش میخرن؟ راست. فقره دیگه. اصلا سرکار چون من دیگه مشکلی ندارم. مشکلم حل شده. این همه را بلند شد. اصلا اگه همه همینجا من بگم غلط کردم به نمون میکنی. به جای این حرفا سریع تشبیه رو بیم کلانتری تکلیف کلی چیز مشخص بشه. عزیزم قربونت برم الان اساسامون جمع جور کردم میخوام برم شهرمون. انشالله به سلامتی. اول بریم قضیه مردنتونو بدهیاتونو بقیه چیز مشخص بشه برمیگردیم. خیلی خب بس من برم به خونه بگم. بفرمایید. بگم سرکار بیا یه محبتی بکن. خب برو بگو نبودن نیستش. نمیشه عزیزم غیر قانونی. بفرمایید سریع آماده شید. سرکار بله در گوشت بیا بخوابیم. آها دمت گرم. بفرمایید آقا. بفرمایید سریع آماده شو. نمیشه. بفرمایید باشه مامانت بگو بگو بابا خواهم شمیرم اونجا صحبتم میکنم باشه ماما باش بیا اینجا دیگه خارج دارم برو به سر برو بگوی خود سر کنه من یه تو کبا بینم کلانتری برمیگرد کلانتری واسه چی؟ چیزی نیست اینقدر الان برمیگرد ای بابا من میدونم ببین عباس واسه جنس منس این چیزا نیست به خاطر پول عشقیه جب گرفتاری شد دندش نه مخواست از اول قبول نکنم و آغازم دوست دیدم چرا ما سیجه نیست آقا؟ نه بابا اونجوری نیست که تو میگی هاشم! هاشم! چی شده؟ من دیگه پس روی بچه ها بر نمیام که چرا؟ میگن ما نمیام هاشم کجا گذاشت؟ نیستش کجا گذاشت رفت؟ یه تو که پاوردن زندون پا زندون برای چی؟ جناب سرما این آبی هم پرونده ماست بله اون تو هم دارم
بله مرد حسابی یه ما نیست اومدی تهران، این همه پرونده برای خود درست کردی، چه خبر بوده؟ ایهات باور کنید من یه عمر تو شهر خودمون زندگی کردم، یه بار پام نرسید کلنده، ولی من از وقتی که اومدم تو این شهر پامو گذاشتم یه خط درمیون در خدمت شما، شما خودتون شاهد بودید. درسته مرد سوی شهرستان اومد. نه درسته، این درسته. یه شبه پولدار شی دیگه. من یه شبه پولدار؟ شما من یه شغل بدید، شغل آبرومند که من بتونم 4-5 نفر رو نون بدم بدید. فعلا یه گواهی بنویس که زنده ای، که این بنده خدا که پشت در واسن برن جنازه شون رو تحویل بگیرن. آدم قانه بدید من بنویسم که یه گواهی برات بنویسم، دوست داشته باشی دهت برات بنویسم، برای اینکه فردا آدمو توی گورجا بخوابونن، آدمی که زنده است چرا بگه مردن این جانه. تازه بعد از اینکه اینو نوشتی برای اون پرونده حمل مواد مخدرت باید بری دادگاه. نه نه ببینید من با اجازهتون تا یه ساعت دیگه میخوام بالو بندیلمو ببندم برم شهر خودمون، دیگه فرصت دادگاه رفتن رو ندارم. خواهش میکنم بفرمایید جناب صاحب، این جناب هاشمی آزاده بعد زنده ام و آدم زنده به وکیل وسیع احتیاج ندارد. خوبه قربون شما بایزتون. سرکار تشریف داشته باشید در خدمتتون باشیم. نه دیگه جام سرام صاحب تشریف باشید، این شما دفعه دیگه من خدمتتون میرسم اساسی. خوبه قربون شما. سرکار ببرش بازداشتگاه. ببر بازداشتگاه یعنی چی جام سرام؟ بابا من هر وقت میام اینجا شما میگید بازداشتگاه بازداشتگاه، من کار زندگی دارم، حیثیت دارم، زن بچه دارم، من چه غلطی کردم؟ پرونده تو یه بار دیگه مرور کن. مرد حسابی چرا داد میزنی؟ یادت رفته قبل از مردنت اینجا کلی بدهی داشتی تو بازداشتگاه بودی؟ من چه میدونستم؟ فکر میکردم وقتی آدم میمیره حساب کتابش با بقیه صفر میشه. نه نمیشه، ببرش. بفرمایید. از یه لطفی بکنید جام سرم، ببخشید داد زدم، خیلی از شما عذر میخوام. به زن بچه من خبر بدید که اونا برن، منتظر من نباشم، من بعدا یه خاکی تو سرم میریزم. چشم، فرمایشی دیگه، سوال فنی چیزی؟ نه. من که اینجا جا نمیشم که بخش قبل ما ستون جالزه نکردیم. بفرم بگم سرکار چی؟ آقایون ببخشید میشه یه خورده مهربونتر بخوابید، ما هم یه جا جا بشیم. آقا سلام عرض کردم. سلام قربان، بفرمایید رو خواهش میکنم. در در بنده خیلی ممنون. بچه‌ها یه خورده جا بدین آقا رو. نه به جیب شما، من تا حالا دراز کشیده بودم، من راحتم. اینجا پشتی بشن. نه آقا چه عجب از این برا آقام کردی عزیزم، قرونه دونم جا که هست یه خود اون مرتبه بشین، با 18 چرق افتادی رو من. مجامون خوبه ببینم دست خالی اومدی یا امانتی ما رو همراه داوردی؟ باور بفرمایید اگه میدونستم شما اینجا تشریف دارید حتما براتون می آوردم. بازم دیر نشده رفتیم بیرون، از حلقومت میکشم بیرون. ببین من پروندم خیلی سنگینه، حالا اینجا هستم. باشه میریم دم خونه از سراغ زن و بچه از اونها میگیریم. بابا من به چه قسم بخورم؟ من اصلا رو هم از این ماجرا بیخبره. شش. پس اون نیم کیلو مواد تو زبط سر چی شد ها؟ خب من چه میدونم؟ باش. اصلا کدوم آدم عاقلی نیم کیلو مواد رو تو زبط سر جاسازی کنه؟ ببین نسناس، یا همین الان میگی که اون مواد کجاست یا پاتو میکشونن توی پرونده بلای به سر میارن که سالها تو زندون نگه دارن. فهمیدی؟ ببخشید من یه چیزی به شما بگم باور میکنید؟ مثلا چی؟
من که به این سن رسیدم و باور کن اصلا تا الان مواد ندیدم. آره راست میگی؟ باور کن به جون تو، به جون کرمای تو باغچه حیاتتون. بچه ها مهربونی بسه، یه خورده جدی باشین باهاش. اه بابا بابا یه خورده جدی تر بگی باش. سرکا! سرکا! الان بهت میگم. چه خبر اینجا؟ هیچی. بابا این سلول ما رو عوض کن، نمیزن در رو کل مریمون رو بذاریم. بگی بشین. ببخشید آقا پشتم به شماست. راحت باشم. جام سروان ماجرا چیه؟ ماجرا رو من باید بگم چیه؟ شما باید تعریف کنید. من توی یه شرکت بودم، دو روز بود یه چک به من دادن، چک مال صاحب شرکت بود، به من گفتن اینو ببر بانک نقدش کن. رفتم بانک نقد کردم، دو تا جوون اونجا جیب منی زدن، صاحب شرکت شکایت کرد، من آورد خدمت شما، شما منو بازداشت کرد. تو بازداشتگاه برخورد کردم با یه همشری که اسمش تورجه. میشناسمش قربان. اه شما تورجه میشناسی؟ میشناسمش، نه اونجوری که تو میشناسی. من یاد شما بدم اون رو داشتید بازی میگرد اینجا تو بازداشتگاه واقعا. بقیهشو تعریف. خیلی خوب بازی میکردی. بقیهشو طبیعی بازی میکردی. بگو. آخه جمع سمون شما اینجا اونجا نبودید که نمیدید چیکار میکرد. نقش معتاد بودی ها؟ یه نقش معتاد. اصلا من فکرم خود اینقدر دلم برایش رو خیلی خوب. بگو. نمیگی؟ نگیده به دو من. من به قیاب شما نگاه کنم حساسم خندم میگیره. آه همینجوری بازی. بگم که بعد رفتم اون آدرس رو که دیدم اون طرف یه دونه ضبط صوت به من داد، گفت میری این ضبط صوت رو میدی به این آدرس، اول ضبط صوت رو تحویل میدی یا آدرس دیگه به شما داد؟ بله اون که تورش فرستاده بود، گفت ضبط صوت رو میدی پولت رو تحویل میگیری. من احمقم راه افتادم رفتم. حالا اون آدرس رو بلدی که رفته ضبط صوت تحویل گرفتی؟ بله. کجاست؟ پایین شهر. ببریم پیدا میکنم. پس چرا نشستی بلنشو بریم؟ باشه. بابا اجازه بدید. ببخشید من یه سوال فنی داشتم، اگه من برم این آدرس به شما نشون بدم دیگه مسئله من حل دیگه؟ حالا فعلا شما بفرمایید انشالله حل میشه. موفق باشید. به سلامت. جان سلام. بفرمایید. این شلوار من داری میفته. بگید این کمر مسئله شما بهشون بدید. برو بفرمایید. برو عزیز. برو عزیز. همینجاست؟ آره همینجاست. کدوم خونه است؟ آه همین خونه است، همین اولیه توسیه. خب سلام. ببین این ضبط رو میری میدی به اون کسی که ازش گرفتی و همون پس میدی. از چی پس بدن؟ ای بابا بگو صاحبشو پیدا نکردی. خب برو بهش پس بده. که چی بشه؟ بابا میگه ضبط مال این بابا نیست. چرا؟ خب برو بهش بده دیگه. خب این از اول بگو بابا. نگاه میکنه ستاد حامد. ستاد حامد. بله چی؟ با تو که نیستم برو. ستاد حامد. حامد ستاد بگوشم. ما الان در محل مورد نظر هستیم. حامد لطف کن آدرسی یادداشت کنید. سلام علیکم. آرگو حال احوال؟ بفرمایی. خوبی؟ آقای بوفالو حال تو خوبه؟ من رفیق تورجم. تورج؟ تورج شه نمیشه سمشه. اون روز من همین ضبط صوت به امدادی من ندادم. نه چرا؟
گفتی ببر بده به آبدوغ؟ همین؟ آبدوغ چیه؟ نه من ندارم بهش. چی رو نداری؟ بفرم آقا بفرم اشتباه اومدی. یعنی چی رو اشتباه اومدی؟ چرا خودتو به خریت میزنی؟ برو صحبت کن با تو بعد اینجا. بابا من ضبط صوتو تو آوردم این آواز دست درد نکنم؟ مال ما نیست ضبط صوت. برش این واسمانی با اون تورجم بهش رو خیلی نامردی یه روزی به هم میرسی تورج کدوم خریه؟ بگی بنام قرصه دو اشتباه خوردی آره قرصه ها اشتباه خوردم به خاطر همین الان میخوایی پلیس رو بریزم اینجا همه طوله بگیرم پلیس پلیس ببین ضبط صوت بده بیاد برو وای نست اینجا بیا با کی اومدی؟ نه ترس کسی نی کسی نی؟ نه چی شو؟ همین چیز دیگه خودشون هم؟ آره مطمئنی؟ آره بابا برو تو باشی برو ستاد حامد ستاد حامد اجازه عملیات دستگیری رو میخواستم همانگی انجام شده وارد عملیات باشیم ممنون تمام آخ سر کن رادیات کم کن چی میگی تو؟ من خستم خواهد چون کنم آی دستم آی دستم آی نجرم که نمیشستمش بابا گناه که برم این زبده رو گرفتم سر کن نشنیدی من چی گفتم کن خواهش شکم اون رادیات کم کن بابا چون آی هی هاشم که نیومد خدا بیبی مثل که هنو پسرتو نشناختی وقتی میگی یه تو که پا یعنی یه شبانه روز مامان کاری با من نداری کجا شالو کلو کردی کجا داری میری میرم بیرون یه دوری بزنم بی خود میری بیرون چه اختیار دار شده برای خودش نگاه کن چه چشم باباشو دور میبینه هر کاری دلش میخواد میکنه دختر که بشین تو خونه کمک مادرت بکن بی خود را نایفتی بری جایی هم هاشم آقا عباس هم فردا میمونن که با این خرت و پرتا بیا ما که نمیای ما یعنی کی؟ یعنی من و عباس آقا تو عباس آقا؟ تو عباس آقا دیوونه میخوایی وایسی اینجا چه غلطی بکنی؟ او مگه زوره با شما برگردیم چی کار کنیم؟ یه هم اونجا موندیم به چی رسیدیم؟ وای 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 دختر توی حرفا را کی یاد گرفتی؟ از هیچکی اصلا ما دوست داریم تهرون زندگی کنی با کدوم پول میخوای تو تهرون زندگی کنی تو؟ خب عباس کار پیدا میکنه دیگه نگاه کن بابا که اینقدر ادعا داشت نتونست اینجا برای خودش کار پیدا کنه اون وقت این عباس خلچل میخواد بره اینجا دنبال کار که بتونه تو رو ادارت بکنه مامان کار پیدا کردن دست و پا میخواد بابا که دست و پا نداره آفرین خیلی نگاه کن خیلی دست و پا داری کجا داری میری حالا با تو هم اینم از کار امروزمون با این همه خستگی و بدبختی بیبی پاشو بری یه توکی پا پیش شازده ببین میتونیم پول رهنه رو یه جوری ازش بگیری که بریم پسر تو از زندون آزادش کنیم پاشیم بریم دنبال بدبختی و بیچارگی خودمون الهی قربون قدر بالای مدرست برم اون موقعی که من بدبخت پیشونه سیاه بهت میگفتم سر بر خانم پا نشو آواره شهر غربتمون نکن هی فکر میکردی من دشمنتم بیبی جون حالا اگر قد گربه بشم منو بلند میکنی بابا غلط کردم یه چیزی گفتم دور از جونت پس قبول داشتی که حق با منه؟ بله حق با شما پس بنابراین برمیگردیم خب داریم برمیگردیم دیگه پس داریم چیکار میکنیم؟ جانم جان یه تیمتیف کنم ای بلم کن بیبی هی تو هم بیا من ماچم کنی ای تون به تون بشه این مش قربون بریم میگم اینجا بد نیستش ما اینطوری؟ بابا اینجا همه هم اینطوری هم دیگه بریم هیون چه شار و تو میتی هی دلم و الو میتی با چشمات با چشمات با چشمات اوی شازده پسی شو هی داری میخونه به جان بی بی پول تو دست بالم نی آقا میدونی من دیوونه نیستم که خورم بدم بدن پولشو بزنه گوشه تاقچه که باش هزار کار میکنم چه کاری؟ مثلا فیش موبایل بگیرم
اسنفتی برای ماشین میکنم، قبر خرید و فروش میکنم. از این کاری که سن و چجه گیرم بیاد. نگاه کن شازده، این عتل متلهی که تو میگی من اصلا حالیم نیست. هر کاری میکنی باید زودتر پول ما رو بدی که ما شرمون از زندان سکندر بکنیم بریم. آخه بیبی جان علتی که نمیشه که. من باید بگردم یه مستجر پیدا کنم بیارم جای شما بنشونم، پول رهن ازش بگیرم بدم بهش. چقدر طول میکشه؟ حساب کتاب که نداره که. یه وقت ممکنه یه هفته، یه وقت ممکنه یه سال. شازده بعدت نه ها، یه شلغم به من به او دستت که چش نخوری با این حرفای عتیقت. خب مرد حسابی، بچه من بدبخت یه سال دیگه تو زندان بمونه، واقعا تو خجالت نمیکشی؟ مگه من انداختمش تو زندان؟ اون کسایی که انداختن زندان باید خجالت بکشن. شازده خیلی حرفای خالص منکی میزنی ها، من گفتم تو انداختی زندان؟ برو برو کف چکولا کن حاضر شو ببرم بگردم دلت واسه میای؟ خیلی دلمشنگی ها. نه خیر، بالاخره ما باید چیکار کنیم شازده؟ های سلامت کن شازه، ولم کن تو رو خدا، ما هنوز خاطی هم. دست ننه درد نکنه، نه دست بابا درد نکنه، بچه تربیت کرد. اینا بچه هم، ما بچه بودیم. واقعا واقعا افتضاح کردیم با این تربیت. یه دفعه من یادم رفت به بابام سلام، یادم رفت زیرود با من حرف نمیزن. بابا اشتباه کردم. حالا هیچی، خدا رحمتش کنه، یه همسایه داشتیم مسیر رمضون، مثل که تو ما رمضون به دنیا اومده بود، اسم چه بود شما مسیر رمضون. ما یه دفعه رد شدیم عقلش یادم رفت سلام بکنیم، گوش ما رو گرفت یه به چش. هرچی گفتم بابا اشتباه کردم، منو ببخش. گفت نه، باید یادت بمونه که با بزرگتر خودت چی سلام بکنم. حالا اینا حرمت دارن، حرمت بزرگتر رو دارن. سلام علیکم. بله جناب سلام. علیکم سلام. بفرمایید بشین. شما برو. بیا آقا، بیا آقا جونی امضا کن. چی هستی؟ یه ساعت پیش وقتی با سرگود رفتی بیرون یه نفر اومد سند گذاشت که فعلا علل حساب آزاد بشی. آزاد؟ خدا پدرشو بیامرزه. کی بود جان سرگون؟ پدرت. پدرم؟ آره، چه پدر نازنین و مهربون این داری، چقدرم از مادر تعریف میکرد. سرکار من پدرم چه سال پیش از دست ننم دق کرد مرد. باید زد سرکار من اشتباهی آوردی. چی رو اشتباه آوردن؟ خودش میگو پدرته. خودش گفت، بی خود کرد گفت. عجب شعریه والا، هر کی رو میبینه یه جور میخواد خودشو بچسونه با آدم. من دیگه جناب سرام خسته شدم. حالا ناراحتی میخوای آزاد چی؟ سرکار ببرش بازداشت. نه نه اتفاقا خیلی هم خوشحالم، این کسی که سندش آورده داده من آزاد بشم از پدرم برام مهمتره. چشم امضا دستش درد نکن بفرمایید. ولی عجیبه، فامیلیش با فامیل شما یکی نبود. خب من که گفتم پدرم نیست، من که ازم ببینم جب سرون اسمش مشغولبون نبود. مشغولبون؟ نه 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 مشغولبون شازده. آره آره خودش شازده، ولی قیافش به شازده ها نمیخورد. آره آره اونجوری بود. آره خودشه. قراره به زودی شوهر ننه من بشه. خب مبارک بشه، یادت نره منم دعوت کن. قرارون شما جان سرما، راستی جان سرما اون پرونده مواد مخدرمون چی میشه؟ یادم رفته بود. مرد حساب تو مثل که تنه میخواه راست با من راست بخی این تو را جوازی کنی فرستم یه بابا یادش در بیارم بزن اینجا بریم بیرون. من خودم شک دارم که آیا ریگی به کفشم هست یا نیست. برو برو به زندگی برسی. ببین من یه سوال فنی داشتم. بگو. خیلی آقایی. به به آقای عبدالخیار ضبط فروشیه. ببین فقط جمع کن از این شهر برو، اگه دست بچه ها بهت برسه ها زندگی تو با آتیش میکشم. نه حرفا چیه؟ بگو نمیفروشن. به تو رجب سلام برسون. خدا حافظ شما. بهش میگم آه آه به به سرکار جون خودم. خوبی شما باشم خواهم. چطوری؟ حالا خوبه؟ ممنونم. کجا داری میری؟ هیچی مرخصی میگم، میخوام برم شهرمون. میخوام بری شهرتون؟ بله. چه جالب، منم میخوام برم شهرمون. به امید خدا. خب
برو ببین دوست دارم به خاطر اون زحمتی که بهت دادم افطار امشب تو خونه من مهمونت کنم. جون من افطاری میکنی شب میخوابی صبح بلند میشی میری شهر. مزاحمتون نمیشم هاشم خانم. من نوکرتم. خب برو امضا تو بگیر. امضا بگیرم برام مرخصی بریم دیگه. من بیرون مجزه. من نوکرتم. برو نه با شما نبودم. بیا که میخواییم بریم لویزان. آقا جونم از که را میافتیم؟ یه سه تا مسافر بزنیم رفتیم. این سه تا مسافر ممکنه تا فردام نیاد. میاد دو سه دقیقه صبر کن عجله نکن. لویزان آقا بیا لویزان. تو مسافر نیست آقا تو میگی لویزان لویزان. آقا شما پاتوق هم اینجاست همیشه همینجا مسافر پر میکنه. بیا آقا لویزان.